بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. بر اساس معیارهایی که در انتخاب همسر خدمت شما عزیزان تقدیم شد، دستبندی و یک تقسیمی برای خانواده می توان بر اساس همون معیارها ارائه داد. خدمت شما گفته شد که خانواده‌ای که اعضای آن همه اون معیارها را داشته باشد، یک خانواده ایدئال و مطلوب هست. برکات و ثمرات فراوانی نیز بر این خانواده مترتب هست و چنین خانواده‌ای هم قطعاً بسیار کم و محدود خواهد بود که همه معیارهای لازم را هم زن و هم شوهر داشته باشد. اما نوع دیگری از خانواده ها بعضی از اون معیارها را دارا هستند و بعضی دیگر را ندارند. خب این قسمی از خانواده دوباره دستبندی دیگری پیدا می کنند و آن این که زن و شوهری که در یک جهت یا دو جهت یا در برخی از معیارها کمبود و عیبی دارن، باز یا در صدد برطرف کردن این عیب و نقصشون هستن که این دسته ای از خانواده ها نیز بالاخره با برطرف کردن عیبها خودشون رو به اون کمال مطلوب و خانواده ایدئال می توانن برسانن و از همون برکات نیز بهره‌مند بشون. اما قسم سوم از خانواده است که عیب و نقصی که در آنها وجود داره در صدد برطرف کردن این عیبها نیستن و یا نمی توانن اون عیب و نقصشون رو برطرف بسازن. خب این نوع رو در این جلسه خدمت شما عزیزان مطرح میکنم و در روایات ما به این مطلب اشاره شده است. خانواده هایی که امروز هم تشکیل میشود معمولا در این قسم افرادی فراوانی را میتوان پیدا کرد که مشکلات ممکن است در برخی از معیارها و ویژگی ها داشته باشند. در روایات ما برای چنین خانواده ای دو تا رای حل بیان شده است. یک رای حل این است که زن و شوهر که معیارهای درست خانوادگی را ندارن و تصمیم هم ندارن که اون معیارها را به دست بیاورن، یا تصمیم میگیرن که از همدیگر جدا بشون، هیچ گونه مصلحت دیگری هم برای باقی ماندن این خانواده وجود ندارد، خب در این صورت بهترین راه این است که از همدیگر جدا بشوند، به خاطر اینکه نمی توانند با همدیگر بسازند و سازش داشته باشند و نه مصلحتی هم برای باقی ماندن این خانواده و ادامه دادن این ازدواج وجود داره. خب در این صورت است که انسان از همدیگر با طلاق جدا می شود. اما نوع دیگری از خانواده ها کسانی هستند که درست است در بین زن و شوهر هماهنگی وجود ندارد، ولی مصلحتی برای ادامه این ازدواج و ادامه چنین خانواده‌ای وجود داره.
مثلا زن و شوهری که با هم سازگاری ندارن، اما از اون طرف هم به خاطر حفظ آبرویشون از طلاق جدا پرهیز میکنن و دوست ندارن که زندگیشون به طلاق کشیده بشود، یا خانواده هایی که زن و شوهر با هم سازگاری ندارن اما فرزندان در این خانواده به وجود آمده است که به خاطر نگهداری این بچه ها و نگهداری فرزندانشون نمیخوان از همدیگر جدا بشوند، در این صورت بهترین راه این است که باید با همون اخلاق و ویژگی هایی که دارن تحمل کنن و عیب و نقص همدیگر رو بپذیرن و با سختی و دشواری هم که شده است این خانواده رو و این ازدواج رو همچنان ادامه بدهن. منتها به خاطر این که تحمل این سختی ها و مشکلات خیلی دشوار هست، به پاداش بزرگ هم به خاطر تحمل این سختی ها و دشواری ها در روایات ما اشارات صورت گرفته است که به برخی از اون روایات در این جلسه اشاره می کنم. از جمله از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت می فرماید: من صبر علی خلق امرأة سیئة الخلق و احتسب فی ذلک الاجر اعطا الله ثواب الشاکرین. در این روایت آمده است که اگر زن مثلا بد اخلاق هست اما شوهر این بد اخلاقی همسرش را تحمل می کند و تحملش هم به خاطر این است که به پاداش و اجر خدایی برسد، خداوند متعال به پاداش چنین صبری ثواب انسانهای شکرگزار و سپاسگزار را به این شخص عنایت می کند. در روایت دیگر حضرت می فرماید: من احتمل من امرأته ولو کلمتا واحده اعتق الله رقبته من النار. خب تحمل سختی ها و بد اخلاقی های همسر ممکنه برای انسان سخت باشد و در مقابل همین سختی هاست که پاداش های بزرگ هم به انسان داده می شود. کسی که تحمل می کند و به خاطر ناراحتی هایی که در زندگی پیش می آید حرفی نمی زند که این ناراحتی ها شدت پیدا بکند، در این روایت آمده است که خداوند انسان را در مقابل همین تحمل بد اخلاقی ها، ناسازگاری ها از آتش جهنم نجات می دهد، بهش را بر او واجب می سازد، صدها حسنه برای انسان می نویسد، هزاران سیئه و بدی را از انسان برطرف می کند، هزاران درجه برای انسان ارتقا می بخشد و خداوند متعال عبادت های فراوان را برای این شخص می نویسد. خب می بینیم که در مقابل تحمل این سختی های خانوادگی یک چنین پاداش هایی هم برای انسان در نظر گرفته شده است. یا در روایت از امام صادق علیه السلام می خوانیم که حضرت می فرماید: ان الله كتب على الرجال الجهاد و على النساء الجهاد. خداوند متعال هم بر مردان جهاد را واجب ساخته است هم بر زنان. تبارك اسمك يا من لا شريك له ومن أناديه في سري وفي علني. منتها جهاد هر یک از زن و مرد فرق می کند. می فرماید: فجهاد الرجل ایبذل ماله و دمه حتی یقتل فی سبیل الله. جهاد مرد این است که جانش را و مالش را در راه خدا بگذارد تا اینکه در راه خدا به شهادت برسد. خب این بالاترین جهادی مرد هست. اما جهاد المرأه ان تصبر علی ما ترا من اذی زوجها و غیرته. جهاد زن در این است که در مقابل غیرتی که شوهرش از خودش نشان می‌دهد و در مقابل ممکن است عصبانیت و ناراحتی‌هایی که از شوهر می‌بیند، جهاد زن در این است که اینها را تحمل کند و به جان بخرد. خب در مقابل تحمل این ناسازگاری ها، بد اخلاقی ها و گاهی هم غیرت های بی جای مرد ها اگر زن تحمل می کند، این به پاداش جهاد در راه خدا دست پیدا می کند. در روایت دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز هم همین مطلب رو مشاهده میکنیم که حضرت میفرماید: والذی بعثنی بالحق نبیا و رسولا. قسم به اون پروردگاری که مرا پیامبر به پیامبری مبعوث کرده و به رسالت مبعوث کرده است،
کل امرأت صبرت علی زوجها فی الشدت و الرخا و کانت مطیعتا له و لامره حشرها الله تعالی مع امرأت ایوب. حضرت با اون شدت قسم میخورد و بعد این حقیقت رو بیان میکند که هر زنی که در سختی و آسایش در مقابل همسرش صبوری نشان بدهد و مطیع همسرش باشد و فرمان شوهرش را قبول داشته باشد، خداوند متعال او را با همسر ایوب پیامبر علیه السلام محشور می‌گرداند. خب ببینید در این که الله همسر ایوب چه سختی‌هایی را تحمل کرده بود و از چه پاداش بهره‌مند هست فرصت نیست توضیح داده بشود، اما به همین مقدار که یک انسان در مقابل سختی‌ها، ناراحتی‌ها و گرفتاری‌هایی که در زندگی به وجود می‌آید اگر تحمل می‌کند و اینها را به جان می‌خرد، یک همچنین پاداشی را هم خداوند متعال به او عنایت می‌کند. در روایت دیگر هم همین مطلب را به عبارت دیگر باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌شنویم که حضرت می‌فرماید ثلاث من النساء یرفع الله عنهن عذاب القبر. سه دسته از زنان را خداوند متعال به عذاب قبر مبتلا نمی‌کند. و یکون محشرهن مع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حشرشون هم با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد بود. یکی امرأتون صبرت علی غیرت زوجها، یک زنی که بر غیرت همسرش و شوهرش صبر میکند. بالاخره مردها غیرت دارن، تعصب دارن، گاهی بد اخلاقی های ممکن از اونها سر بزند. زنی که در مقابل غیرت نشان دادن همسرش صبر میکند و تحمل میکند، یکی از کسان است که از عذاب قبر نجات پیدا میکند و با حضرت فاطمه زهرا محشور میشود. و امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، و دوم زنی که در مقابل بد اخلاقی های شوهرش صبر میکند. و امرأتون وهبت صداقها لزوجها، و زنی که مهریش را برای شوهرش میبخشد. یعطی الله کل واحدت منهن ثواب الف شهید، خداوند به هر یکی از این زنها پاداش 1000 شهید عنایت میکند و برای هر کدام اونها عبادت یک ساله هم مینویسد. خب میبینیم که خداوند متعال بر اساس این روایات چگونه در مقابل بد اخلاقی هایی که در خانواده ممکن است صورت بگیرد، اگر انسان تحمل کند و اینها را به جان بخرد و نگذارد این خانواده متلاشی بشود و کانون خانواده بیش از پیش به سردی بگراید، یک چنین پاداش‌هایی را خداوند متعال به آنها عنایت می‌کند. بنابراین به صورت خلاصه از مجموع این احادیث شریف این گونه استفاده می‌کنیم که بالاخره در زندگی انسان این گونه که زن و شوهر و همه اعضای خانواده تمام معیارهای لازم را داشته باشند و همه از اخلاق نیک، از تدین، از اون معیارهایی که در جلسات گذشته اشاره شد همه بهره‌مند باشند، این گونه نیست. بالاخره کمبودها در زندگی پیدا می شود، مشکلات ممکنه پدید بیاید، اما بهترین راه حل در چنین موقع این است که انسان تحمل کند، بنا را بر سازگاری، بنا را بر همراهی با همدیگر بگذارد و اگر در مقابل نیکی‌هایی که انسان انجام می‌دهد حتی همسرش هم دوباره پاسخ مثبت ندهد، در مقابل بد اخلاقی این صبر کرد، تحمل کرد، اما باز شوهرش و همسرش خلاصه یک کار خوبی انجام نداد، انسان اگر نیت این تحمل و صبر خودش را و سازگاری خودش را برای خدا بگذارد، از یک چنین پاداش‌های بزرگ هم بهره‌مند می‌گردد. امیدوارم خداوند متعال به همه ما چنین صبر و تحمل را عنایت کند و همه از این پاداش‌ها بهره‌مند باشیم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم تفضل على الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة برحمتك يا أرحم الراحمين.